سلام، سلام به شما عزیزان در هر کجا، هر شهر و روستای ایران زمین که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید و شما عزیزان که در دیگر کشورهای جهان این برنامه رو تماشا میکنید. جمشید چالنگی هستم، در ساعت پیش رو همچون جمعه شبهای دیگر همراه میهمانان برنامه در استودیو لندن آقای دکتر علیرضا نوریزاده در استودیو با من و شما هستند و در واشنگتن آقای دکتر محسن سازگارا. نگاهی میاندازیم به مهمترین رویدادهای ایران و نیز در عرصه منطقه‌ای، به ویژه در ارتباط با اوضاع سوریه و همینطور عرصه جهانی، آنچرا که مربوط به ایران و مردم ایران میشود. در نماز دولتی جمعه امروز و در آستانه مذاکرات اتمی ژنو، آقای احمد خاتمی امام دولتی جمعه گفت شعار مرگ بر آمریکا رمز مقاومت ملت ایران است. امروز در نماز دولتی جمعه، چون همه ایام پس از انقلاب اسلامی در ایران بار دیگر پرچم‌های اسرائیل و آمریکا به آتش کشیده شد، 5 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در درگیری‌های مسلحانه با پژاک در کردستان ایران کشته شدند و همزمان با برنده شدن خانم آلیس مونرو جایزه ادبی نوبل، خانم سیمین بهبانی شاعر ایرانی و دیگر بانوان نویسنده ایرانی همچون نویسندگان مرد ایرانی از آزادی بیان و انتشار آزادانه آثار خود محروم هستند. با شما عزیزان هستیم تا لحظاتی دیگر. درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، درود بر دکتر سازگارای نازنین و همه بینندگان ایران فردا و همطور شنوندگان، چون ما صدا رو میذاریم روی اونایی که از روی صدا میشنون، به ویژه در خانه پدری. ممنونم آقا، در استودیو اومدم خدمت شما. مرسی، بالاخره ما رو کشوندید. از ویروسای آقای بزرگزاده نجات پیدا. بله، ما رو که آقای سازگارای یه جمله به من گفتن، خب خیلی هم محبتش رو به من نشون داد. گفت دوستانی بهش گفتن که من این آخری خیلی خستم و توضیح دادم از شما هم پوزش میخوام که این خستگی در چهره من ماندگار شده به خاطر بعد از سفر آمریکا اون آنفولانزای خیلی شدید و عدم استراحت کافی و نخوابیدن درست و کار به هر حال تأثیر بود، ولی قول بهتون میدم دیگه خستگی رو همچین پاک کنم، بذارم کنار و مطمئن باشید دیگه انتقال استودیو ساختن این بله به هر حال کار سنگینی بود با لطف شما و همکارانم، آقای بزرگزاده و بقیه همکارانم. واقعا آقای بزرگزاده هم واقعا زحمت کشید، ولی ضمناً ویروساشون هم کار کرد. بله دیگه، اونم دیگه دست کارش نمیشه کرد. آقای نوریزاده، بزنید برخلاف روال همیشگیمون این بار از یک خبر ادبی شروع کنیم. خانم آلیس مونرو نویسنده کانادایی برنده جایزه نوبل شد. اولین قصهش هم ابعاد سایه ها بود و الان هم دولت آقای روحانی اومده با ادعای این که میخواد دست به کارهایی بزنه، ولی همچنان ما میبینیم نویسندگان ایرانی، بانوان ایرانی، خانم بهبانی، بقیه آثارشون آزادانه منتشر نمیشه، منیرو روانی پور و بقیه، وقت اون نرسیده که اگر میخوان حسنیت داشته باشن آزادی بیان، آزادی انتشار. اولا من اجازه بدید اینجا به سیمین بانوی نازنین، مادر ایران به حق، بگویم جایزه ادبی نوبل حق او بود و زیباتر از شعرهای او فکر نمی کنم در جهان کسی عشق، وطن، خاک، زن، فرزند، معشوق رو توصیف کرده باشه. آلیس مونرو رو من خیلی دوست دارم، داستانای کوتاهش یه زمانی اگه یادتون باشه اون سالهایی که مرتب توی ادبیات خارجی بودیم بنده شما و دیگران، آلیس مونرو از کسانی بود که مرتب ما داستانه کوتاهش رو دوست داشتیم و میخوندیم، ترجمه های خوبی هم شده بود در کاراش، ولی سیمین یه جایگاه ملی برای ما داره.
و من فکر میکنم اگه آقای روحانی واقعا میخواست که کار بزرگ کنه، پا میشد میرفت دیدن سیمین بهبهانی وقتی در بیمارستان بود، نشون بده برای این بانو چقدر ارزش قائله. زنی که روزی که اویز آزاد شد، حمید آزاد شد، اون شعر حماسی رو گفت که تو جبهه بچه ها میخوندن. آزادی مطبوعات و آزادی اظهار نظر و آزادی اندیشه و کتاب و عقیده چنان در کشور ما مصادره شده که آقای علی جنتی وزیر ارشاد میگوید در زمان احمدی نژاد قرآن رو هم میدادن به دست ممیزا به جرم اینکه مطالب غیر اخلاقی داره سانسورش میکردن. طبیعتا حتما قصه یوسف رو سانسور میکردن و انواع اقسام. اینو خود آقای جنتی اقرار میکنه و در این حال آقای جنتی میدونه چه مأموریت سنگینی داره، چون شما از یه طرف ولی فقیه رو دارید که با آقای مهاجرانی درگیر شد به خاطر داستان مدار صفر درجه، برگشت با آقای مهاجرانی، یعنی پیغام داده بودن که این قصه ضد جنگ، و آقای مهاجرانی گفته بود مگه همه ما ضد جنگ نیستیم؟ این جمله اون زمان خیلی معروف شد در اون کلام قلل کلام ایشون به تلویحا نوشت. آقای خامنه‌ای قصه احمد محمود رو بر نمیتابه و در نتیجه اون بقیه هم تکلیفشون معلومه. اسم منیرو روانیپور رو فرستاد، این استعداد درخشان چرا در این سالها نباید یه دونه مطلب ازش؟ قصه نویسایی دیگه، داستان نویسایی. منصور اوجی یه شعرش سبب توقیف شدن بخارا میشه. منظورم اینه، من اعتقادم بر اینه که ما احتیاج واقعا آقای چالنگی به یه انقلاب در این عرصه داریم. شنیدم روزنامه نشاط در میاد، محمود شمس‌الواعظین و دوستانش بر میگردن، این خبر خوشیه، خوشحالم. شنیدم یه مقدار به ناشرا گفتن خودشون یه رعایت هایی رو بکنن، دیگه لازم نی کتابو قبلا بفرستن یا بعد از چاپ بیان و بعد توقیف بشه، میتونن با هماهنگ. البته آقای جنتی حرفای زد منو نومید کرد. ایشون برگشت گفت مگه میشه ما هر کتابی رو چاپ بکنیم بدیم دست مردم اخلاقشون رو فاسد کنیم؟ شما مگه آخه به چه مناسبت تمام رژیم های فاشیست میگن ما این کتابا رو نمیدیم چون مردممون رو دوست داریم؟ بشار اسد هم میگه من کتاب نمیدم مردمم رو دوست دارم. هیتلر هم کتاب نمیداد که مردمش رو دوست داشت. بنابراین شما باید مفهوم و تعبیر شما برای آزادی همخوان با آن چی باشه که در جامعه در جامعه پیشرفته و متمدن و دموکرات پذیرا شده. بله، باید منتظر بود شنیدن کی بود، مانند دیدن و امیدواریم ببینیم. در ایران آقای محسن سازگارا سلام به شما. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده عزیز و همه بینندگان گرامی. این پرسش ممکنه پرسش یکی از بینندگان ما در کازرون باشه یا یک هموطن دیگه ما در نیشابور یا یک گوشه دیگه ایران، که هراس و نگرانی حکومت ایران از انتشار آزاد اندیشه و فکر چی هست؟ بیننده ای که معتقد مسلمان هم هست، معتقد است که لا اکراه فی الدین و همه اقوار رو باید شنید، بهترین رو دنبال کرد، یه همچین اعتقادی هم داره. هراس واقعا از چی هست؟ بله، منم اجازه میخوام حالا که ذکر جمیل سیمین بهبهانی رفت، این شاعر توانا، شعر زلال و صاف و چون چشم ساران روان سیمین رو یاد بکنه آدم. و واقعا این که بسیاری از نویسندگان ما چه زن و چه مرد به دلیل این گسیختگی ارتباط ما با دنیا و طبیعتاً عدم ترجمه آثارشون به زبانهای دیگه و ناشناخته ماندنشون در دنیا از این جوایز معتبر بین‌المللی مثل نوبل محروم شدن، و اگر نه امثال شاملو، بهبهانی، بسیاری از داستان نویسان شعرهای ما هیچ کمی از برندگان جایزه نوبل این سالیان و سالیان قبل نداشتند و ندارند. ببینید آقای چالنگی، من فکر میکنم یک مطلبی رو آقای جنتی در پاسخ اون 215 نویسنده مترجم و اهل فرهنگی که نامه امضا کردند گفتند ما آماده ایم که مسئولیت کارمون رو خودمون بپذیریم، ممیزی و سانسور کردن قبل از انتشار رو بردارید، هر کس شکایتی داشت ما خودمون در دادگاه
پاسخ خواهیم داد، بتوانیم بدون سانسور آرایمون رو منتشر کنیم. ایشون در پاسخ البته اشاره کرد که شورای انقلاب فرهنگی مصوباتی داره، مجلس مصوباتی داره، ولی یک جمله ای گفت که به نظر من کاملا از اون میشه پاسخ سوال دقیق شما رو در آورد. ایشون گفتش که مگه میشه هم که دکتر نوری‌زاده هم اشاره کردن اجازه داد که کتابهایی بیاد مسموم و افکار کتابهایی بیاد و افکار مخاطبان رو در جامعه مسموم کنه. ببینید تمام ماجرا آقای چالنگی اینجاست، یعنی آقای جنتی وزیر ارشاد داره از تفکری تغذیه میکنه که خودش رو قیم مردم میدونه، معتقده که یه گروهی، یه کسانی باید به جای مردم بشینند، تصمیم بگیرند که چی برای مردم خوبه، چی بده، و به جای مردم برای فکرشون، لباسشون، رفتارشون، اطوارشون تصمیم گیری کنن. این درست برعکس روح دنیای جدیده. دنیای جدید از وقتی خلق شد، مدرنیته از وقتی پا گرفت که بشر، انسان، به ماه و به انسان، همین موجودی که روی دو پایش راه میره و حرف میزنه، این موجود حقوقی پیدا کرد که هیچ کس نمیتونه از او سلب کنه، از جمله حق آزادی اندیشه و آزادی بیان اندیشش و آزادی اینکه بتواند اون رو به دیگران منتقل کنه. این تمام ماجرا. آقای خامنه‌ای به خصوص از این جهت روی دست خیلی از دیکتاتورای اینجوری تو دنیا اومده، شاید به نوعی نوبرشه واقعا در بین امثال خودش در دنیا، امثال استالین و هیتلر و صدام و غیره، ایشون خیلی خودش رو اهل فرهنگ و ادب و هنر هم میداند و معتقده که او باید به جای مردم نه فقط تصمیم بگیره مردم چی تماشا کنن، چی بخونن، چی کار بکنن، بلکه حتی هر دگر اندیشی رو، هر کس مثل ایشون فکرم نمی کنه، حق داره که دستبند بزنه به اسم تئوری مسخره‌ای که ساخته، تهاجم فرهنگی، بگیره بکنه زندان، غافل از این که 4000 سال یا 8000 سال تمدن و فرهنگ بشر با تبادل شکل گرفته اصلا. این بزرگترین خیانتی است که شاید به ملت ایران کرده ایشون، به اسم این تهاجم فرهنگی سعی کرده ملت و جوان ما رو ایزوله بکنه و منفرد از دنیا بگیره. اجازه بدید من این یه آیه قرآن رو هم استناد بکنم، شما به لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی استناد کردید، من در وصف فرعون ذل اوتاد، قرآن وقتی میخواد بگه میگه فرعون میگفت انا ربکم الاعلی، من خدای پرورش دهنده شما ها هستم. فرعون هم عقلش میرسید، میگه من خالق شما، برای اینکه مشتش وا میشد خب چیزی نمیتونست خلق کنه، اما میگه من صاحب اختیارتونم، اختیارات شما دست منه، من به جای شما تصمیم میگیرم. این عیناً وصف فرعونه که خب آقای خامنه‌ای هم فرعون مملکت ما شده در قرن 21 البته، بله در سال 2013 میلادی. آقای نوری‌زاده، از اصلاح ادبی که بیان باز برمیگرد به همون عرصه سیاسی، ظاهراً آش همون آش کاسه عوض شده، باز در نماز جمعه امروز نمیدیم پرچم آمریکا رو آتیش زدن، پرچم اسرائیل رو آتیش زدن، اونم چند روز مونده به مذاکرات اتمی. اینو چی رو میگه؟ ببینید وقتی شما این توییتر آقای ظریف رو اون شب سه‌شنبه میخوندید که فریاد زده بود که من انقدر حالم بد شد ملاقاتامو لغو کردم غیر دو تا، بعدم رفتم بیمارستان، از اون چه آقای حسین شریعت مداری نوشته بود، آمده بودن از قول سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم نوشته بودن حرفایی که نه، اینایی که آقای شریعت مداری گفته بود نبود، درست بلافاصله بعد از اون یکی اعضا گفت نخیر همینایی بود که آقای ظریف گفته. اینجا ما میرسیم به یک نکته اساسی در جمهوری دروغ، در جمهوری فریب و نفاق، واقعیت و راستی رو شما پیدا نمی کنید.
گریبانشون هم بگیرید، به قول امیر طاهری تو مطلبی که نوشته بود میگن تقیه کردیم، تقیه است. در سیاست خارجی اونم الان در شرایط ضعفی که ایران قرار داره، دوران خاتمی نیست که ما نفتمون سر جاش باشه، ملت هم با همراه با آقای رئیس جمهور، روزنامه های آزادی هم باشه، مردم هم فضاشون عوض شد، یعنی دورانش... نسبتاً آزادی در حد نسبی خودش میگم، ولی الان مردم روز زانو افتاده، از نظر اقتصادی وضعمون خرابه، پول نیست، نفت صادر نمیشه اونطور که باید، بدهی زیاده، جامعه در حال غلیان هست. در این شرایط این اداها رو در آوردن جز نشانه سوء نیت و جز نشانه دروغ زنی نیست. آدم اون وقت میدیسی به این شما که آقا نتانیاهو راست میگفت. یعنی شما، منظورم اینه آقای خامنه ای تصمیم گرفته با امریکا کنار بیاد، نمیگم روابط برقرار کنن، برای اینکه فقط بتونه این تحریم ها رو بکاهند، کم کنن یا بردارن. به آقای روحانی هم گفته گو اهد، برو جلو این کارو بکن. آقای روحانی هم رفته در اون چارچوبی که بهش اجازه دادن کارشو انجام داده. امروز هم میشیدم صحبتاشو دقیق که میگفت چی گفته با آقای اوباما، خیلی خوب مشخص، اون قربونه این رفته این قربونه. آقای ظریف هم رفته مذاکراتی کرده، مفهوم مذاکرات با توجه به حرفای آقای لاریجانی این بوده ما به اندازه کافی اورانیوم غنی شده داریم، یعنی شنی آماده ایم دست از غنی سازی برداریم، حالا غنی سازی درجه بالا. خب چرا این نظام اینقدر شرافت و شهامت نداره بیاد به مردم بگه ملت بزرگوار ایران، ما یه زمانی فکر میکردیم این روشمون درسته، اما رسیدیم به این نتیجه که این روش آسیب میزنه به مصالح ملی شما، به آینده فرزندان شما. ما اینقدر جسارت و شهامت داریم بیایم بگیم پرچم یک کشور رو آتیش زدن توهین به مردم اون کشوره، مرگ بر یک کشور گفتن اهانت به میلیون ها ساکن اونجاست. اگر امریکایی ها میگفتن مرگ بر ایران، تک تک شما ناراحت میشدید، چه کسایی که مخالف ما هستید یا موافق ما. ما این رو رسیدیم به این نقطه که صادقانه بیان به شما بگیم ما اشتباه کردیم، ملت ایران الان میخوایم اینو حل کنیم، با ما همراه باشید، هم دل باشید. به خدا میشه آقای نه، من دارم میگم باشید. اگر یک نظام حداقل صادق با خودش داشتیم، با ملت هم نمیگم، نظامی که به مصالح عالیه خودش میاندیشید. آقای خامنه ای میخواد این بازی رو کنه، فردا اگه روحانی موفق نشد پوزخندی بزنه، ما که از اول گفته بودیم. اگه آقای روحانی موفق شد بگه من بودم که اومدم به سپاه گفتم دخالت نکن، من بودم که I paved the way، راهو صاف کردم برای آقای روحانی که بره کار انجام بده، پس باز هم منم. بیچاره روحانی، حالا میگه بیچاره به این معنا میگم، وسط حرفاش که داشت میزد گفت البته تحت ارشادات مقام معظم رهبری ما این کار رو انجام دادیم، توجیهات مقام معظم. و واقعا آقای چالنگی من اینو میخوام بهتون بگم، تاریخ من زیاد میخونم، هرکس ندیدم یک نظامی در ایران اینقدر دروغ بگه، یعنی تا این حد آدم با دروغ الفت داشته باشه. شاید بلد نیست راست بگه، واقعا شاید بلد نیست راست بگه. آقای نوریزاده ببینید، قبل از که بریم به آقای سازگار همین پرسش رو داریم در همین زمین، ببینید آقای ظریف رو شما میگه، آقای ظریف شخصی تحصیل کرده، اشراف داره، بعد این نظام بوده سالهاست. اینی که آقای شریعت مداری هم چی چیزی راجع به خودشون نمیشته، بعدیشون مریض شده، مگه آقای شریعت مداری پیش از این ننمیشته؟ آقای شریعت مداری راجع به من شما بقیه در بوده نظامی که بسیار نمیشته، ما هایی چی؟ یعنی برای خاتمی چی ببرید با مال مسلمان و چون مالت ببرن داد و فریاد برارید که مسلمان ایشون اسمشون ظریف، خودشون هم خیلی ظریفن، یعنی دلشون زود میگیره که مریض میشه. یعنی بنده و شما آقای سازگار اگه اینجوری بود ما الان هفت کفن هم باید پوسونده بودیم. یعنی چیزایی که آقای شریعت مداری برای ماها نوشته و گفته، منظورم اینه آقای ظریف خودش میدونه در جمهوری اسلامی بازی چیه، نباید ناراحت میشد. جز این که آقای ظریف این حرفا رو زده، منتها الان که افتاده بیرون در برابر مردم، در برابر خارجی‌ها، در برابر خانم امانپور که
باش سوال جواب میکنه و حرف رو میزن هول شده. خب در روز اولم ایشون گفت سیاست خارجی ما زیر نظر میدونم، ولی اونجا خیلی میدون جولان داده بود در گفتگو با جان کری، در گفتگو با ویلیام هیگ، با همشون ایشون چنین نمود کرده بود که در سیاست خارجی اتوریته است، اختیار داره و اومده جلو. حالا شریعت مداری اومد واقعیت اینو، در واقع شریعت مداری بازی همیشگیشو کرد، خواست به این یارو بگه آخر سر نوکر ولی فقیه، اونو باید راضی نگه داری، این اطوارا رو نگه. بهرحال آقای ظریف خب قطعا ما خارج از کشور هیچ، اما در داخل حکومت راجع به آقای موسوی کروبی و بله؟ آقای شریعت مداری بسیار میشه. اما آقای سازگار، قضیه واقعا یک طرفه است؟ یعنی یک طرفه قضیه این هستش که حکومت ایران چجور بازی کنه، در داخل وضعیت یه چیز دیگه باشه، ظاهر و آقای ظریف یک بازیایی بکنه که خارج فکر کنن همه چیز دست ایشون است و غرب هم باور کنه، یا اینکه دو طرفه است، اون برام حساب کتابی داره برای خودش، نگاه میکنه دقیق است و با این کارا منظور من این هست میشه اعتماد غرب رو جلب کرد که واقعا حسن نیت کامل رو به عمل وجود داره در مذاکراتش. اتفاقا درست به همین دلیلم غرب اعتماد نمیکنه. یعنی 32 سال جمهوری اسلامی رو آزمایش کرده و دیده که در جنگل قدرت ایران امروز یک کسی یک چیزی میگه، فردا اون یکی زیرش میزنه. و من این ماجرا رو فقط در این نمیبینم که آقای روحانی ممکنه چیزی بگه و از یه گوشه دیگه هواش بکنن نذارن انجام بده، یا آقای ظریف یا دیگری. این در مورد خود آقای خامنه ای هم صدق میکنه. شما دیدید هفته گذشته آقای خامنه ای وجودش رو نداره، اون صلابت مدیریتی رو نداره که به رئیس جمهور یک کشور گفته برو ماجرا رو حل کن، برو اگه لازم شد با آمریکاییان بشین سر میز، و وقتی برمیگرده صرف وایسه بگه من گفتم خوب کاری کرده پشتیبانی میکنم. موضعی که ایشون گرفت درست رفت اون وسط وایساد، گفت دیپلماسی دولت البته خوبه، کارهای خوبی میکنه، اما یه کارهایی هم نابجا بود. مخصوصا هم مبهم گفت که اون گروهایی هم که شروع کردن به انتقاد، هر کدام از زن خود شد یار من، بگن که بله اونجاش خراب بود، اونجاش اشکال داشت، اونجاش گرفتار بود. و اون گروه های فاسد ثروت و قدرتی رو که در ایران الان به وجود اومدن بتونه اونا رو هم راضی نگه داره. من کاملا با دکتر نورزاده موافقم. آقای خامنه ای اینقدر که حواسش به خودش هست به منافع ملی و مملکت نیست، مخصوصا اینجوری دو پهلو حرف میزنه متزلزل و اون وسط وای میسه، که اگه معامله جوش خود رفت جلو که بگه که خب بله من پشتیبانی کردم، اگر معامله جوش نخورد بگه از اول گفته بودم این امریکایی‌ها قابل اعتماد نیستن، خائنن، دروغن، یه مش فوش به امریکا دادی، اگر اون گروه های فشار موفق شدن گفته باشه که خب من گفته بودم یه چیزایش نابجاست، اگر اینوریا بردن. این کیفیت البته مخصوص به آقای خامنه ای نیست، آقای خمینی هم که خیلی گردن کلفت‌تر از آقای خامنه ای بود، در عمل آدم میدید در مدیریتش گاهی همینجوری رفتار میکرد، یعنی جرأت نمیکرد از ترس چهار تا آخون توی مشهد یا توی قم حتی خودش بشینه پشت تلویزیون تفسیر قرآن بگه، جا میزد یا محکم وایسه بگه مثلا در ماجرای مکفارلین محکم پشت هاشمی رفسنجانی وایسه بگه من گفتم همینه که هست. آقای منتظری تا رفت بهش گفت جا زد و گفتش برین جمعش کنین، و اون کار زشتی که این همه قول و قرار گذاشته بودن امریکایی‌ها رو بردن ایران، بعد گفتن ببخشین معامله به هم خورد پیشین برین، که به قول آقای مکفارلین من باش صحبت می‌کردم میگفت من پیش خودم فکر می‌کردم این ایرانی‌ها میگن آمریکایی‌ها عجب آدم‌های احمقین، حرف ما رو باور کردن، بالا اینکه اومدن تهران ما رو دست از پا دراز‌تر گفتن تشریف ببرید. ببینید این ماجرا، این کشمکش‌ها کاملا نشون میده ساختار قدرت در ایران الان به گونه ایست، در این 33-34 سال اینطوری شکل گرفته، باندهای مختلف قدرت و ثروت که تبدیل به باندهای مافیایی شدن. خود آقای خامنه ای یه رئیس باند گردن کلفتر از بقیه است.
سپاهی ها یه باندن، اماریون یه باندن، آقای مکارم یه باندره، اون اینها در جامعه هستن، ابزارهای فشار دارن، حالا که پول هم دارن، یه دشون دستبند و زندان هم دارن و هر کدومشون فشار میارن. و اون وقت آقای ولی فقیه هم که ظاهرن باید اون بالا نشسته باشه، تنها کاری که میکنه این نیست که یه جوری توازن بین اینا برقرار کنه، خودش جایگاهش سالم باشه، مبادا کسی تو روش وایسه. به قول یه عده بسیجی های مقوم اول که ایشون رهبر شده بود بهش گفته بودن شما در خط شما ما هستیم مادامی که شما در خط خودت باشی، این حرف یعنی که مادامی که شما در خط ما باشی. و این واقعیته. همین آقای خامنه ای اگر یه ذره بخواد با این گروه های عرض شود فشاری که هستن مقابله کنه تو روش وای میسه. به این دلیل آقای چالنگی به درستی هم غرب شناخته، به همین دلیل هم هست که با تردید نگاه میکنن به تمام قولهایی که آقای روحانی بده یا آقای ظریف بده، برای اینکه خود همین آقای روحانی چندین سال مسئول مذاکرات هسته‌ای بوده و بارها قول داده و بعد در عمل اتفاق دیگه افتاده. من این جمله رو عرض کنم، عرضم تموم کنم، به نظرم یکی از این سایت ها خیلی خوب برای آقای ظریف نوشته، سایتی که پشتیبان دولت روحانی هم هست، نوشته بود آقای ظریف یه خود دندت باید پهن باشه و تکنوکراتی بودی که خب همش با خارجی‌ها نشستی و برخاست کردی، این مملکت یاد باید بگیری که تو کمیسیون مجلسش هم نمیتونی فکر کنی جلسه خصوصی به اصطلاح آفتر ریکورد هست و انقدر شخصیت و پرنسیپ دارن این وکلا که نیام بیرون افشا کنن. این به بعد یاد میگیری هر حرفی رو هر جایی نزنی. یعنی آقای ظریف بعیده که تا حالا اینو نمیدونستن. یعنی خودش برگشت یه حرفی زد آقای چالنگی، خود ظریف گفت از این به بعد یاد گرفتم هیچ جا جلسه خصوصی نرم، هر جا هم میرم علنی حرف بزنم. حالا آقا الان سازگار نکته اینه، این فرض بر این هستش که آقای ظریف داره یه قدرت عملی هست و خارج از این مجموعه سیستم هست. آقای ظریف تا به حال اگر با هوش دیپلماسی که داره که قاعدتا باید داشته باشه همین چیزا رو باید میدونست. شاید نکته همینه، چون الان از پرده بیرون افتاده یه مداری. نه آقای چالنگی، ببینید آقای ظریف پیشینش هم که نگاه میکنین دیپلم گرفته اومده امریکا درس خونده و بعدم برگشته سعید امامی پشتیبانش بود، بردش تو وزارت خارجه و دستشو کشیدن بالا و همیشه هم ماموریت‌های خارج بوده و اینا، اون استخون رو نترکونده تو سیاست داخل کشور که چهار دفعه زندانی بره، کتکی بخوره، بهش حمله بکنن، فوشش بدن. کشمکش همیشه بچه خوب و نازی بوده که کسی هم عرصه بود که بهش از گل نازکتر نگفته. بچه خوب و ناز از نظر روحانیت حاکم یه داری از بده آقای امامی و بزرده بله آقای سعید امامی حامی ایشون بودن. آقای جمهوری‌زاده ببینید صحبت آقای خمینی در دوره آقای خمینی علارغم موضوعی که آقای سازگار اشاره کرد به هر حال به نظر میومد و عملا هم همین بود. در همون قضیه مک‌فارلن چهار تا نماینده مجلس که بلند شده اعتراض کردن گفت شما تون. همین آقای خامنه‌ای رئیس جمهور بود، جنگ و با فرمان ایشون تموم شد، کسی جرأت نکرد بگه چرا تموم شد و بقیه مسائل ادامه جنگ و بقیه مسائل، حالا حرفای دیگران روش تأثیر میذاره، ولی به نظر میاد که قدرت کامل دست ایشون کامله. اما الان این باندهایی که ایشون اشاره کرد، شما هم در برنامه‌های پیشین اشاره کردید، قدرت اکثریت بخش قدرت دست کی هست؟ اونی که هم رو آقای خامنه ای اثر میذاره، هم مانع گفته مانع اجرای خواستهای دولت میشه، کیه؟ اینه کیه؟ ببینید آقای چالنگی، آقای خامنه ای نظام رو به گونه ای آراستن از ابتدا، ایشون روزی که اومدن دو تا معاون گرفت، یعنی در واقع دو تا آدمی که تمام زندگیش دستش باشه، محمدی گلپایگانی برای اداره دفترش، اسقر حجازی برای اداره امنیتخانه مبارکش ویژه برای خودش. نگاه بکنید ترکیب دفتر آقای خامنه‌ای ترکیب امنیتیه، آقای خامنه‌ای فقط دو تا معاون وزارت اطلاعات آورد، بعد مطرودان وزارت اطلاعات از فلاحیان گرفته تا جواد آزاده تو دفتر ایشون راه پیدا کردن، به خاطر اینکه آقای خامنه‌ای تصورش این بود با ایجاد یک حصار امنیتی دور خودش خودش رو مسئول می‌داره، بعدم ابهت و جبروت زیاد میشه.
اومد سپاه رو گنده کرد. داستان موجودی که دکتر فرانکشتن ساخت در ذهنها تداعی میشه. به مرور این غول طوری شد که حالا خودش به ترس افتاد، بسیج رو اومد تقویت کرد و بالا پرداخت. بعد مسئله معروفیه، میگه قدرت آنجاست که پول باشه. مافیایی که در ایران درست شده، تو سپاه، تو وزارت نفت، اینا هر کدوم مقتدر شدن. میز جمهوری اسلامی رو در نظر بگیرید، یه رومیزی پهنه، هر کدوم از اینا پونزای این رومیزی هستن، این مافیا، این گروه های قدرت، مراکز قدرت. آقای خامنه‌ای اگر هر کدوم از این پونزا رو بکشه بیرون، این رومیزی لغ خواهد شد. اینه که الان خودش هم وحشت داره، خودش نمیدونه با سپاه چی کار کنه. یه دی رو اومده با شعار، با این فریب، مرگ بر آمریکا، ما موشک میسازیم، ما بمب میسازیم، ما اسرائیل رو نابود میکنیم. یه در اومده مشغول این بازی کرده، میلیون ها میلیون دلار خرج ساختن موشک شده و نمیدونم بمب فلان درست کردن و این داره. حالا چجوری برای اینو توجیه کنه که روحانی داره میره با اوباما صحبت میکنه؟ برای توجیه این امر ناچار بیاد یه مقدار دامن خودشو بکشه کنار، بگه من تحفظ دارم، من نسبت به بعضی از این مسائل تحفظ داشتم، در حالی که خودش میدونه راهی غیر از این نداره. امروز گروه های قدرت، باز میگم، همون جاست که پوله. سپاه، حداقل بخشی از سپاه، فرماندهی سپاه، شرکت های وابسته به سپاه صاحب قدرت هم. مافیای تشکیلات نفت که آقای زنگنه داره الان باشون میجنگه بخشی از قدرت هم. امنیت خانه بخشی از قدرته، وزارت اطلاعات بخشی از قدرته، اطلاعات سپاه بخشی از قدرته. و الان آقای خامنه ای در برابر قولها و قولچه هایی قرار گرفته که خودش اینها رو در زهدان جمهوری اسلامی کاشته و امروز وحشت زده است از اینا، نمیدونه چیکار، میترسه از این که سپاه واکنش نشون بده. آقای سازگارا گفت یه جایی هست یارو برمیگرده جواب میده، وانمیسته، اونو باید جوابشو بده، چون خودش به اون اجازه داد بیاد به رئیس جمهوریش بگه نوکر آمریکا. خدا آقای خامنه ای اجازه داد. و اینه که الان در برابر این، در واقع برای آقای خامنه یه کابوسه، این که اگه با امریکا بسازه باید جواب اینا رو بده، اگه با امریکا نسازه قدرت رو از دست خواهد داد. اینه که الان در یه شرایط بسیار به قول معروف یه دایلمایی داره، یک تصور خیلی تلخ و نگران کننده در برابرش. خب خوشا ما که بدون سازش یا سازش با آمریکا یا هر چه هست قدرت رو هیچ وقت نمیخوام از دست بدم. قدرت همکار نازنین ما بر قدرت اونجاست که پول باشد، در مورد ایران هست، قدرت عزیز ما همینجاست، همکار نازنین ما، و پولی هم اتفاقا نداره. آقای سازگاره عزیز، ببینید این باندها یا گروهایی که آقای نورزاده اشاره کرد که اگر آقای خامنه‌ای بخواد با آمریکا بسازه، جواب اینا رو چی بده؟ چون اینا لابد نمیخوان بسازن، منافعشون در چی هست؟ خیلی ها میگن این وضعیت به نفعشون از نظر اقتصادیه. آقای نهاوندیان که رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن هم هست، در این حال رئیس دفتر آقای روحانی هم هست، لغت خوبی رو هفته گذشته به کار برده بود. ایشون گفته بود دلال‌های تحریم. در واقع یک کسایی الان عددهای کوچیک‌تر که میگم، نه در اندازه من و شما، خیلی هم بزرگه، در اندازه‌های چندین و چند میلیارد دلاری کوچیکن، وگرنه چندین و چند میلیارد تومان عددشون. اینها الان از تحریما نفع میبرن. و ببینید همین سپاه اتفاقا موضوع خوبی است که یه خود آناتومیش که بکنیم، کالبو چکافیش که بکنیم، بهتر میتونیم بفهمیم بقیه چجوریه. یا خود بیت رهبری، ببینید سپاه یک جاهایی سازمان‌های رسمی اقتصادی شد، مثل قرارگاه خاتم الانبیا که زیر نظرش چمیدن قرب کربلا، قرب نجف میرن پروژه میگیرن، بعد اینا بر میگرده به اون تعاون سپاه که 60,000 بیشتر سپاهی مثلا عضوشن. اما این همه ماجرای فعالیت اقتصادی سپاه نیست.
هزاران آدم بازنشسته سپاه در این سالیان اومدن 5 نفر 10 نفر شرکت درست کردن، تعاونی یا سهامی خصوصی، اما از پشتیبانی یه سپاه برخوردار بودن، بهشون حتی سرمایه اولیه دادن، یه درصدی ممکنه اون تعاون سپاه شریک شده. بعد اینا رفتن فرض کنید بازارچه مرزی عراق انحصار ورود یه چیزای دو رانت و امتیازی بوده گرفتن، دست خودشون گرفتن. بعد چون زور دارن، پشتشون به سپاه، قبلا اونجا نفوذ داشتن، دستشون تو کار دادستانی رو میشناسن، رقیبارا میگیرن میکنن زندان. یا 4 تا کولبر فقیر کرد رو که رو کولشون میخوان جنس قاچاق از کوهکمر رد کنن میزنن میکشن. سالیانه چندین کولبر کشته میشن. اینا در سال 19 میلیارد 20 میلیارد دلار آمار رسمی حکومت فقط کالا قاچاق وارد کشور میکنن. شما مثلا ورود لوازم خانگی سالها ممنوع بود، میرید تو خیابون جمهوری میبینید تا تاق مغازه ها جنس لوازم خانگی ساخت خارج هست، وارداتی. این که یه کولبر از رو کوه نیورده که، اینو با لنچ قشنگ از دبی میارن، اسکله های اختصاصی دارن، نه گمرک جرأت میکنه نزدیک شه، نه هیچ کس دیگه، ور میدارن قشنگ میارن توضیح میکنن. ببینید این نیروها هستند که از بازار آشفته تحریم هم سود میبرن، از مسئله سود میبرن، اما در کلانش، در کلان بزرگش، چون درآمد نفت کم شده و یه قدم دیگه ممکنه حتی قطع بشه، اون وقت عددهای بزرگ با اشکال مواجه شده. اون وقت ستاد اجرایی فرمان امام هم صداش در میاد که زیر نظر خود آقای خامنه ایه. لذا تو همین ماجرای تحریم گذاشتن یا برداشتنش، باز شدن نفت یا بسته شدنش، قاچاق بیاد جنسی ها نیادم، منافع متضادی الان در کشور هست که با هم معارضه دارن، با هم دیگه کشمکش دارن. به هر حال نه سپاه سازمان یک پارچه ایست و بعضی بخشاش اصلا حرف هیچی رو گوشه میکنه. همین هفته گذشته تعرفه تلفن و مخابرات برد بالا، وزیر ارتباطات آقای واعظی که بقایی خلاف قانون، ما حتی از ما باید اجازه بگیریم، ما ببریم حتی میبریم دادگاه. شرکت مخابرات روابط عمومی یه اطلاعی داد، حتی مدیرش هم جواب نداد، گفت بی خود کردین، اصلا ما به وزارت ارتباطات هیچ کاری نداریم، ما از شورای رقابت حرف میشنویم، شما برید دنبال کارتون. طبیعیه، ما شرکت مخابرات که سهامش رو سپاه خورده و ستاد اجرای فرمان امام که زیر نظر آقای خامنه، معلومه واسه یه وزیر تره خورد نمیکنه. و به این ترتیبه که در واقع این مجموعه یه آش هفت جوشی شده و یه هر دنبیلی درست شده که فقط خدا به فریاد برسه واقعا، برای اینکه کاملا شبیه روسیه پوتینیستی شده که گروه های مافیایی الان هستن با همدیگه رقابت دارن، یه گروه گنده دست خود پوتینه، اون یکی هم داره، اون هم داره، با همدیگه یه توازنی هم دارن و بیچاره مردم یه چیزایی هم به مردم میرسه. نمیدونم آیشاز برای چی؟ والا نمیدونم، من خیلی در ریز روسیه نیستم، ولی شما نفت از نفت الان از اقتصاد روسیه بگیرید، روسیه اندازه اقتصادش با 180 میلیون جمعیت اندازه اقتصاد هلنده، یعنی کشوری است که الان با بعد نفت الان سر پای خودش. حالا به هر حال میرسیم یه روزی به روسیه هم راجعش صحبت می‌کنم، اون تو در همین شاید حالا قضیه حالا بهتر از یک امتیاز. اما برمیگردیم به این نکته، به خصوص در مورد دارو من پرسش داشتم آقای نوری‌زاده. ببینید اگر آقای خامنه‌ای تصمیم بگیره، یعنی راضی نگه نداره، چه اتفاقاتی ممکنه براش بیفته؟ آیا سپاه در وضعیتی هست؟ یعنی نگاه سپاه به آقای خامنه‌ای چی هست؟ به عنوان رهبره، به عنوان ولی فقیه، به عنوان مرشده، یا اینکه نه کسی است که قدرت سیاسی رو سپردن دستش، اگه خلاف ما سپاهیان عمل کنه ممکنه حتی بگیم خب ایشونو برمی‌داریم حسن یا نه؟ واجرا از این فراتره. ببینید آقای خامنه ای در طول این سالها، حتی آقای خوبینی این کارو نکرد، آقای خامنه ای در طول این سالها نیروهای مسلح رو به گونه ای به خودش وابسته کرده. شما همین مراسم رو نگاه کنید که ایشون وقتی میره از مراسم سردوشی افسرا دادن تا رژه نیرو دریایی که هم چندی قبل بود من نگاه میکردم و حرفای این نیروها رو میشنیدم
حرفایی که با آقای خامنه‌ای می‌زدن باورم نمی‌شد. گفتم عهد شاه سلطان حسین، عهد شاه سلیمان عثمانیه، یه به گونه این وجود مقدس از آسمون نازل شده و اینا همه آمادن در راه این وجود مقدس سر و جان بدن. این ظاهر قضیه است، این اون چیزی است که ما داریم میبینیم. در بطن قضیه آقای خامنه‌ای یه سری روابط مرید و مرادی با این فرمانده ها داره. یعنی به محض اینکه یه فرماندهی ذره ای از خودش استقلال نشون میده و نشون میده که یه فرمانده نظامی است، بلافاصله کنار زده میشه. بلایی که سر سرتیپ سرلشکر منصور ستاری، اون خلبان دلاور ما که در جنگ ایران و عراق چه کرد، جانشینش سرتیپ خلبان رضا پردیس، و همینطور در نیروی دریایی بر سر فرماندهانی که آمادگی این رو نداشتن که یه برده باشن و رو زمین بیفتن، آنچه بر سر حسین علایی اومد در سپاه. بنابراین یه رابطه خاص مرید و مرادی داره. به محض این کسی از اون رابطه یک ذره خاص پاشو بذاره اون برتر، چه رحیم صفوی باشه چه محسن رضایی، کنار گذاشته میشه. چه حساب میبره ازشون؟ عرض میکنه اون مجموعه که با ایشون رابطه مرید و مرادی دارن کنترل میکنن، به گونه بسیار فاشیستی هم کنترل میکنن. یعنی یکی از بچهای سپاه یا اون مال ارتش حراست اطلاعات یک کلمه حرفی بزنه که نشان از این داره که این آدم شخصیت داره، استقلال رأی داره، روز بعد بازنشسته و برکنار میشه. دفتر آقای خامنه‌ای پر از مشاوران نظامی که از سرلشکر شهبازی گرفته تا ببخشید تا بقیه، که اینو هیچ گناهی نداشتن جز این که ذره‌ای خواستن خودشون شخصیت نشون بده. آنچه میماند این مجموعه که کنترل میکنه سپاه و ارتشو، برده آقای خامنه‌ای هستند، برده به معنای واقعی. منتفع میشن از نظر مالی و امتیازات، در مقابل برده گوش به فرمان ولی فقیه هستند. هیچ اتفاقی هم نمیفته. اگر آقای خامنه‌ای شهامت داشت، شهامت داشت، این خیلی مهمه، و میومد به ملت ایران میگو ملت ایران من خطا کردم، سیاست هم غلط بوده، مرگ بر امریکا غلط بوده، و امروز اومدیم سیاست رو درست کنیم، کی میمد جلویشون اعتراض میکرد؟ منتها بدبختی این آقای خامنه‌ای به این بازی عادت کرد. شاید اعتقاد داره آقای خامنه‌ای، اعتقاد داره به این که در قدرتش در منطقه، به همین خب صحبت این... که میگه این مدعی هایی که دورشون میشه، مدعانی که مثل همین احمد خاتمی و الباقی ایشون رو خدا میدونن، وقتی مصباح یزدی در کمال حقارت، سنش از آقای خامنه‌ای بالاتره، میفته رو پای آقای خامنه‌ای و کفش ایشون رو میبوسه، وقتی علمای بزرگ قم با 1 میلیارد 2 میلیارد 3 میلیارد خریدنشون و اینا به درجه از حقارت رسیدن، وقتی آقای خامنه‌ای میاد که نه آقای خامنه‌ای مجتهد جامعه و شرایط، نه آیت الله است، رساله ایشون کپی برداری است که آقای هاشمی شاهرودی نوشته. خب وقتی اینا در این حد حقارت آمیز با ایشون برخورد میکنن، معلوم آقای خامنه‌ای هم احساس میکنه که قطب عالم امکانه. پس این انتظار نمیشه ازش داشت که از این انتقاد دست برداره بیاد بگه من هنوز آقای چالنگی میگویم راه‌ها به روی آقای خامنه‌ای بسته نیست. هنوز ایشون میتونه نقطه عطفی در زندگی خودش ایجاد کنه. چون فکر می‌کنم ایشون نصیحت من شما رو میشنن. نمی‌دونم. آقای سازگار، بازاری که شما شرکت، این باندهایی که همه چیز رو در دست دارن، وضعیت دارو در مملکت هم دچار مشکلاتی شده. گویی که بخشی از تحریم‌ها مربوط به دارو ظاهراً لغو شده. بله. اتفاقا آقای چالنگی، دارو از مواردی است که صراحتا اداره خزانداری امریکا دارو و غذا رو قبلا هم عرض کردم بخشنامه روشنی داده که به هیچ عنوان مشمول تحریم نیست و تمام تحریم ها راجع به سیستم بانک، بیمه، حمل و نقل در همه دنیا که امریکا گذاشته در مورد مواد غذایی و دارویی برداشته شده است، احتیاج به مجوز نداره. ولی معذاله شما میبینید که
در کشور مشکل دارو حل نشده. آقای روحانی در برنامه صد روز اولش وزیر بهداشتش قول داد که مسئله داروهای خاص رو حل میکنه و قیمت دارو رو پایین میاره، اما همین پریروز رئیس سازمان غذا و داروی کشور گفت کماکان داروهای بیماری های خاص، بله کماکان بیماری های خاص مثل سرطان یا انواع بیماری های دیگه‌ای که احتیاج به داروهای گران قیمتی هم داره، این داروها نایاب پیدا نمیشه. گله کرده بود که بانک مرکزی خیلی کند عمل میکنه و بدتر از اون آقای چالنگی به دلیل اینکه نرخ پایه ارز رو از ارز دولتی از 1240 تومن اومده الان رسیده به نزدیک 2500 تومن 2400 خورده ای، قیمت تمام داروهای وارداتی به خصوص این داروهای خاص دو برابر شده. جناب سازگار و 75 کارخانه دارویی کشور هم مواد، بله صدای من میاد ببخشید، مواد دارویی که به مواد دارویی که به کشور وارد میشه برای کارخانجات داروسازی هم گران شده، بنابراین نزدیک به 50% رفته بالا. الان غیر از کمبود داروها، غیر از نبودن داروها که در واقع حاصل سوء مدیریت دولت و حکومت، مسئله گرانیش هم بیداد میکنه و دولت قرار بوده 1800 میلیارد تومان بده بودجه بگذاره که اون قیمت ها رو برگردونه به سال 91 پایین بیاره، اما باز به گفته این همین رئیس سازمان غذایی داری فقط 500 میلیارد داده، دولت هم نداره بده. در نتیجه الان خانواده های زیادی هستند از اقشار فرودست و فقیر جامعه که فرزند مثلا سرطانی دارن اما داروی سرطان برای درمان در یه دوره درمانی 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون تومان هزینهش میشه و ندارن بده. و دردناک اونجاست که یک پدری ناچار میشه که نگاه کنه و فرزندش بدون معالجه از سرطان فوت کنه و بمیره. این اون اتفاقی است که یکی از اورژانس‌ترین کارهایی است که دولت باید بتونه بکنه، تا الان متاسفانه توفیقی نداشت. آقای نوری‌زاده یه همچین وضعیتی است، بینندگانمون بهتر از همه میدونن چه وضعیتی دارو، فرزن جلو چش پدر مادر از بین میره، کار فوری ضروری اضطراری هست رسیدگی به حوزه دارو. پیش از حتی دولت نمایندگان، ظاهرا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، آیا وظیفه‌شون نیست به جای این کار کنن با دختران دخترخوانده هاشون ازدواج کنن؟ واقعا در این شرایط نماینده مجلس یا نمایندگان مجلسی فکرشون این باشه که اگر با اجنه آدم سکس داشته باشه چه جماعش چجور هست از اون گذشته برسیم اینجا پدرخوانده بود؟ من داشتم یکی از این برنامه تلویزیون رو میدم آقای چالنگی، چون میرم میبینم انتخاب میکنم تو برنامه هم میذارم. در تمام دوران آن پدر و پسر در روزنامه ها رادیو تلویزیون هرگز هرگز راجع به مسائل جنسی در حد وقاحت آمیزی که اینا دارن حرف میزنن حرف زده نشون. آخوندی که اومدی تو تلویزیون در برابر میلیون ها بیننده داره میگه وقتی به زنت گفتی بیا باید بیاد، خانم باید بری، شوهرت احتیاج داره بده، نگو خستم، نگو کار دارم، رو شطور باید میرفتی زمان پیغمبر، حالا تو فولکس واگن رو نمیدن ماشین فلان بر. اون یکی میاد شروع میکنه تعریف میکنه که پیغمبر در دیدن همسرانش برای هر کدوم یه سویت درست کرده بود، رفت دیدن حفصه دختر عمر، او کار داشت رفت، بله توی تلویزیون او کار داشت رفت، پیغمبر با ماریه قبطیه کنیزش هم بستر شد، حفصه رسید ناراحت شد، دعوا شد، داد و بیداد به گوش عایشه رسید. تمام دعواهای اسلام سکسه، از صبح تا شب اینا نشستن، یارو میاد با فقاهت برمیگرده آقا اینا رو باید یه پزشک بهش برسه، اینو باید یه آموزش تو مدرسه به بچه‌ها بدن، نه اینجوری. حالا هم افتادن فرزند خوانده، بعدم تا حرف بهشون میزنی میگن اشکال نداره، تو اسلام که بود مگه عایشه مثل فرزند خوانده پیغمبر نبود؟
ابوبکر مثل برادرش بود، برادر خواندهش بود، اونم دخترش رو گرفت. یا زید مگه پسر خوانده پیغمبر نبود؟ پیغمبر رفت دختر همسر زید رو گرفت. میخوام بگم همه این ذهن بیمار خود رو که همشون بیمار جنسی هن با این روایات و داستانهای جعلی توجیه میکنن و مردم ما که به قول شما مصیبت دارن، دارو ندارن. البته تمام کلینیک های جنوب لبنان برای آقای حسن نصرالله و دارو دستشون پر از داروهای جدید و مدرن و آمریکا ساخته است. بیمارستانی که درست کردن یا کلینیک هایی که توی بورکینافاسو و جاهای دیگه درست کردن سر کارشون میگن. ملت ایران غریبه است، یعنی رژیم ایران رو اشغال کرده، ملت ایران غریبن. ملت اینا ملت جنوب لبنان آقای حسن نصرالله است، ملت اینا آقای شیخ زکزکی تو شمار نیجریه است که شیعه شده. والله ملت ایران ملت غریبه است برای اینا. اینا چه همدلی دارن با اون انسان آزاده بختیاری که اونجا نیست، با اون تبریزی، با اون نقدهی، با اون اشنویهی، با اون هویزهی، با اون زاهدانی و با اون سرباز و خاش و بمپوری و خراسانی و تالشی و غیره. منظورم اینه اینا هیچ همدلی ندارن. اگه ببینید دارو نیست، برای اینا مهم نیست. دارو رو باید به حسن نصرالله برسونن، چون اون بلد آدم بکشه، چون اون میره اسیر سوریه‌ای رو میگیره، زخمی رو تیر بهش میزن. اینا میخوام بهتون بگم آقای چولنگی، دل آدم پره. ببخشید شما هم سوال میکنید، بنده ناچار جواب میدم. حتما آقای سازگاه در همین زمینه واقعا مجلس شورای اسلامی فکر موضوع تر مربوط به زندگی مردم، بهداشت مردم و بقیه مسائلی که مردم دارن و هزاران بار بهتر از همه ما خود مردم میدونن نداری که برسه به این مسائل. ممکنه حتی یه روزی عذر میخوام یه روزی بیان بگم بله آقا در آمریکا هم آقای وودی آلن با دختر خوانده خودش ازدواج کرد یا هرچه، آقای یه مورد استثنایی بوده، یه اتفاقی بوده، بعد هم کلی ماجرا پیش بوده. اما به عنوان لایحه قانونی در مجلس این یعنی چی؟ معنیشو من از شما میپرسم. بله والا من فقط میتونم بگم شرم‌آوره واقعا. این لایحه که چند سال هم هست کش پیدا کرده، اسمش حفاظت از کودکان بی سرپرست یا بد سرپرسته و شورای نگهبان در واقع گیر داده بود این لایحه، رفت به شورای نگهبان، اون بندی رو که ازدواج پدر خوانده با فرزند خوانده رو دختر خوانده رو ممنوع کرده بود، شورای نگهبان گفت خلاف شرع، برگشت مجلس، حالا بند گذاشته که با اجازه دادگاه جایزه. و واقعا شرم‌آوره به دلیل اینکه رابطه پدر فرزندی، سرپرست، سرپرستی کردن از فرزند و بچه یتیم یا بد سرپرستی رو آغشته میکنه به این دید منحرف و دید واقعا مریض جنسی که این آقایون دارن. ببینید این استناداتی هم که این آقایون به فقه میکنن، فقهی که خیلی هاش ناشی از عرض شود که فتاوای فقها در طول تاریخ بوده، مال عصرهای مختلف، بخشهای مختلف، یا 80% فقه الجاهلیه است، 80% چیزایی است که قبل از پیامبر بین عربا که اتفاقا قوم عقب افتاده ای هم بودن نسبت به دنیای اون روز جاری بوده. پیامبر اسلام هم مثل خیلی پیامبرهای دیگه به اینا کاری نداشته بود، خب همین نزد همین روابط در جامعه بوده، همینا رو ادامه بدید. اینها رو به قول وایت هد مغالطه کن، اینها رو به قول وایت هد مغالطه کن و وجه کردن، گرفتن انگار کنه دین. فقط همین 4 حکم شرعی است که آقایون دره بردن که خیلی هاش محدود به همون عصر بوده. به قول غزالی یه حرف خوبی داره، میگه آقا اینی که عربا قرآن گفته 4 زن بیشتر نگیریم، حالا اونا بود که عربا گاهی همشون ما همه بودن، قبل از اسلام 200 زن میگرفتن. این به این معنی نیست که هر کی بره 4 زن بگیره، و اون محدود کردن فقط این بوده آقایون. ولی برایشون این 4 حکم که پاره از این احکام امروزه اساسا خنده آوره، یعنی مثل اینکه در ماه‌های حرام که یک سنت
قبیلگی بود، قبایل ترک مناقشه میکردن. مثلا دیه تو ایران الان قرن 21 شما اگه ماه حرام محرم و صفر و ذی‌قعده الحجه یکی رو زیر بکنی نصفش دو برابرش باید بری دیه بدی. اصلا یا شطور میدن شرکت های بیمه پرورش میدن دیه شطور بدن و امثال هم. ببینید اینها کاملا کاملا به قول حضرت علی پوستین دین رو وارونه پوشیدنه. و وقتی به این مسائل میرسه و این دید بیمار گونه جنسی ناقایون تبدیل میشه به نظر من به شرم و خجالت و آدم اصلا واقعا احساس ناراحتی میکنه از اینکه در کشورش چنین چیزهایی اتفاق میفته. خب اشاره کردم این سازگارا به صدر اسلام و پیش از اسلام. من امیدوارم در یک برنامه به تاریخ اسلام بتونیم در ارتباط با اخبار روز جمهوری اسلامی بپردازیم. اما یک نکته رو من در اینجا نمیتونم ناگفته بذارم که پیش از اسلام هم همچنان که پس از اسلام امروز در کشورهای عرب میبینیم زنان نقش مهمی دست کم در اقتصاد داشتن و در تجارت. نمونه بارز تایید شده همسر خود پیامبر اسلام هست، خدیجه، که نقش مهمی داشت، اساسا بازرگانی میکرد. و امیدوارم روز در این زمینه بیشتر صحبت کنیم. این نوریزاده صحبت حزب الله شد و سوریه، قضیه چرا به این شکل در اومده؟ مسئله سوریه الان شده اینکه از جهان از طرف غرب آمریکا به خصوص اینکه سلاح هسته‌ایشو حتی آقای جانکری تشکر کرده، سلاح شیمیاییشو، بسیار برای من قابل تأمله. یعنی آمریکا این همه عقب نشینی کرد در برابر روس‌ها و عملاً روس‌ها رو میداندار کرد فقط برای اینکه خاطر اسرائیل رو جمع بکنه نسبت به سلاح شیمیایی سوریه. یعنی اینقدر برای آمریکا با ارزش بود که سوریه سلاح شیمیاییشو بده که چشم بست بر 130 هزار کشته و 1400 کشتار با سلاح شیمیایی. من منظورم اینه که آقای بشار اسد نباید با همینجور بخشیده بشه. و متاسفانه اظهارات آقای جان کری تأثیر بسیار بدی در جهان عرب گذاشت و تأثیر بسیار بدی بر سوریه ها گذاشت. اپوزیسیون سوریه به شدت از آمریکا آزرده است. دیروز دکتر برهان قلیون صحبت میکرد، میگه وقتی ما داریم نگاه میکنیم میبینیم اگر ما شکست خوردیم دلیلش آمریکا بود، چون روز اول به ما امکانات نداد، میدون رو باز گذاشت تا سلفی ها و تروریست ها بیان میداندار بشن. و یه نکته دیگه، آمریکا در مورد مصر هم همین الان که گفتن دیگه کمک ها رو به حال تعلیق در آوردن، باز اشتباه بزرگتری مرتکب شد و جهان عرب رو به خصوص اون بخشایی که همراهش بودن عملا داره تبدیل میکنه به نیروی دشمن و این اشتباه سیاست آمریکا. آقای سازگار اگه بخواییم در کمتر از یک سیاست خاورمیانه‌ای پرزیدنت اوباما رو الان تشریح بکنید، نکات برجسته شو چه خواهید گفت ما و بیننده؟ والا سخته. من کماکان معتقدم که کاخ سفید در مسائل خاورمیانه، مقطعی که به خصوص خاورمیانه در کانون بحران داره میسوزه، بیشتر سیاست سردرگمی دارد. الان دیروز خبرهای زیادی هم بود که در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران هم روس‌ها و امریکایی‌ها که این روس‌ها پشت پرده خیلی با هم اره میدن تیشه میگیرن دارن کار میکنند و همراهی و هماهنگی دارن. به همین دلیل به نظر من به دلیل سردرگمی کاخ سفید مقدار زیادی ناچار میشه که دنبال روس ها حرکت بکنه. این داستان سلاح شیمیایی سوریه واقعا من کاملا به سوری ها حق میدم که همین امروز هم که جایزه نوبل صلح رو دادن به هیئت بازرسی سازمان بازرسی سازمان ملل در مورد سلاح شیمیایی، باز گله کرده بودن که این ماجرا رو میبره فقط روی یک بخش که مردم سوریه رو کشته. 120 هزار آدم کشته شده، چند تاش با سلاح شیمیایی بوده. انگار که کشتن با سلاح‌های معمولی و کانونشنال هیچ مشکلی نداره، آقای اسد میتونه اونها رو ادامه بده. اما همین این سیاست های باعث نزدیکتر شدن کشورهای عرب به هم دیگه نشده؟ چرا؟ خیلی شده. یعنی الان ما نگاه میکنیم الان مصر یه قطبیتی پیدا کرده، آقای عدلی منصور رفت عربستان سعودی،
چه استقبالی ازش کردن و سعودی‌ها بار دیگر اعلام کردن با تمام قدرت و نیرو در پشت سر مصرن. همینطور الان نگاه میکنیم در جاهای دیگه جهان عرب، آمریکا واقعا داره اعتبارش رو از دست میده. سپاسگزار هستم آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، آقای دکتر محسن سازگارا در واشنگتن. آقای نوری‌زاده، ما همین برنامه رو داریم، تنها چیزی که در این جهان هست ارتباط، پل ارتباطی ما با شما، و این برنامه رو ما تقدیم میکنیم به خانم سیمین بهبهانی و تمام زنان و دختران نویسنده، هنرمند و شاعر ایرانی که به مناسبت جمهوری اسلامی از آزادی بیان برخوردار نیستند. با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان